سرخط خبرها دیدار پنهانی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقام های عرشد طالبان در قطر نگرانی حیات اداری مجلس سنا از مداخله های نیابتی واشنگتن و مسکو در امور افغانستان و متهم شدن گروه موسوم به داعش و ارتش عراق به نقض حقوق بشر در آن کشور سلام و وقت بخیر با پیشکش این مجموعه خبری از تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود سه شنبه امروز 27 میزان 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 اکتبر سال 2016 میلادی مشروع خبرها رئیس امنیت ملی افغانستان با مقام های ارشد گروه طالبان در قطر دیدار کرده است روزنامه گاردین از زبان مقام های طالبان در قطر نگاشته است رهبری گروه گفتگو کننده طالبان را ملا عبدالمنان نیازی برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه بر عهده دارد در این حال منابع حکومتی نیز این دیدار را تایید کنند. در پی تلاش برای کشاندن گل بودین حکمتی رهبر حزب اسلامی به رونده گفتگوهای های سال اکنون حکومت وحدت ملی می کشد طالبان رو نیز به پای میز گفتگوهای های سال بکشاند روزنامه گردین به نقل از یک مقام ارشد گروه طالبان نگشته است ریاست حیات طالبان در قطر را ملا عبدالمنان برادر ملا محمد عمر بر آهده دارد ایت افغانستان به رهبری معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان با مقام های طالبان در قطر دیدار پنهانی داشته است رهبری ایت گفتگو کننده ای طالبان را عبدالمنان آخوند برادر ملا محمد عمر بدوش دارد منابع حکومتی میگویند دیدار با مخالفان مسلح بخش از برنامه های حکومت برای تضعیف طالبان است در حالی که دولت از تمامی تلاشهایش برای تضعیف طالبان استفاده می کند و دیگر نهادها نیز وظیفه داده است با استفاده از شیوه های سیاسی و استخباراتی طالبان را تضعیف نمایند تا آنان به فراخان صلح حکومت پاسخ دهند. پرسش است که چرا در این مدت گفتگوهای های حکومت با طالبان انجام نشد و طالبان نیز به جای قطع جنگ در افغانستان به افزایش بحران دامن زدند نبود اعتماد به امریکا و پاکستان عامل بنیادی آزار نشدن طالبان به میز گفتگوهای صلح است این موضوع مهمی است که روند گفتگوهای صلح را به بنبس کشانیده است با این همه هنوز هم مداخله های بیرونی در روند گفتگوهای صلح افغانستان از نگرانی های عمده اعضای مجلس نمایندگان پنداشته می شود هر بیا هم وسطوالو مخالفینو ته دا اجازه ورکوي چې د دوی نمایندګیان یې هلته خلاص سي معنا ده چې بیا هم د افغانستان له مداخلې څخه لاس نه دی اخیستی مقام های طالبان در قطر تاکید کردند که بحران افغانستان بر گرفته از ادامه میان حکومت طالبان و آمریکا و هرگاه این سه جانب بتوانند پیشرفتهایی در مورد نشست نخست رو در رو داشته باشند روند گفتگوهای صلح به نتایج مطلوبه خواهد انجامید روزنامه اکسپرس ریبیون پاکستان از زبان طالبان نگاشه است که طالبان به خاطر تحکیم روابط با ایران مولوی نیک محمد را به حیث نماینده ویژه ایشان به تهران معرفی کردند. نمایندگان مجلس می ایران خود را متحد به همکاری با حکومت افغانستان اعلام می کند اما برعکس خطرناکتر از پاکستان در برابر این کشور عمل می کند. جزیات از زبیولای دورندش رسانه های پاکستانی بار دیگر از ارتباط طالبان با ایران خبر دادند روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از طالبانی که نخواستن نامی از آنان برده شود نگاشته است این گروه مولوی نیک محمد را که در سال 2001 در رژیم طالبان رئیس معرف کندهار بود به حیث نماینده ویژهشان به تهران معرفی کرده است طالبان در تلاش بهتر ساختن روابطشان با دیگر کشورها به شمول کشورهای آسیای میانند از همین رو مولوی نیک محمد را به عنوان نمایندهشان برای تهران گماشتند گزارش ها می رساند که سه عضو به حیات نظامی طالبان به رهبری فرمانده ابراهیم صدر رئیس کمیسیون نظامی طالبان در سال 2016 به هدف به دست آوردن کمک های نظامی از ایران دیدن کرده است حرکتی که خشم اعضای شورای ملی را نیز برانگیخته است ایران و پاکستان و طالبان و در و سر مذاکرات خیلی بختی خارجه وزارت به دیر بیتا وضاحت ورکی او زمان کشبی ورگانونه که در چو حق... کم حد این روزنامه نگاشته است که طالبان برای تحریک روابط با روسیه نماینده ای را برگزیدند و گفته می شود در تلاش تعیین نماینده دیگر به خاطر بهتر ساختن روابط با چین نیز می باشند. تروریسم به با عنوان دشمن مشترک و تهدید مشترک به کل کشورهای منطقه و جهان مطرح است و انتظار حکومت افغانستان از همسایگان به خصوص این است که تعاملشان دولت محور باشد. اکنون پرسش اینجاست که آیا حکومت افغانستان توان جلوگیری از مداخله های نیابتی ایران، روسیه و چین را در امور افغانستان دارد و یا نه؟ باید هند، چین، روسیه و ایران به این باشند. وقتی کنار دی پروسه همه از این علاقه من رسند که در کشور صلح باشه، ثبات باشه چرا که منافع خودشان در خطر هستند. اونایی که علاقمند به صلح نیستند مملکت اونا را باید ما کمتر بتیم خواستیم دیدگاه سفارت ایران در کابل را با خود داشته باشیم اما مسئولان این نهاد حاضر به پاسخدهی نشدند در سال روان میلادی مولا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه چندین بار از ایران دیدن کرد و سرانجام پس از برگشتش از ایران به پاکستان مورد حمله جنگنده بی سرنشین امریکا قرار گرفت امریکا باید ماموریت مبارزه با حراس افغانی را در افغانستان بازنگری نموده و از کشورهای منطقه در این زمینه کمک بخواهد. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور می که واشنگتن در نبرد با حراس افغانی ناکام است و برای تامین صلح پایدار در افغانستان نیاز است واشنگتن و متحدانش راهبرد جنگیشان را تغییر دهند. پس از 13 سال اقتدار حکومتداری حامد کرزی حالا به یکی از منتقدان سرسخت حضور آمریکا در افغانستان مبدل شده است رئیس جمهور پیشین کشور میگوید ماموریت تامین صلح پایدار آمریکا در افغانستان به ناکامی گراییده است اکنون زمان فرار رسیده است تا واشنگتن در این مورد با مردم افغانستان وضاحت دهد از این رو امریکایی ها باید از همسایه های قدرتمند ما همانند روسیه چین هند و ایران کمک بخواهند و راهی را برای پاسخگویی به ادامه افراطی در منطقه دریابند آقای کرزی می افزاید. هیچ فردی نمیتواند از ناکامی و امریکا در نبرد با هر افغانی چشم پوشی کند او با واشنگتن مشوره های نیز دارد نبرد در برابر افرادگرایی و راسفگنی و تأمین امنیت هنوز هم در افغانستان ناکام مانده که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. مشوره من به آمریکا و متحدانش این است. هرگاه آنان از کشورهای منطقه و شهروندان افغانستان کمک بخواهند این نبرد به زودی پایان میابد. با باور رئیس جمهور پیشین کشور تجهیزات کنونی نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با حراسفگنی بسنده نیست و آمریکا در این راستا کوتاهی کرده است. تجهیزات کنونی نیروهای امنیتی کشور برای دفاع از افغانستان ناچیز است ما نیروهای اوایی و رادار نداریم حالا ما تجهیزات گذشته را در اختیار نداریم از این رو ما خواهان تغییر در راهبرد مبارزه با افراطیت هستیم و باید نیروهای امنیتی ما بیشتر از پیش تجهیز شوند او بار دیگر از طالبان میخواهد به روند گفتگوهای صلح بپیوندند و از ادامه خونریزی ها در کشور دست بکشند حامد کرزی تاکید میکند ملاحب بتالله باید بداند که افغانکشی در کشورش به سود هیچ گروهی نیست حیات اداری مجلس سنا می گوین اگر حکومت کشور را از رقابت ها میان روسیه و امریکا به دور نگه ندارد افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد با این حال سناتوران از کشورهای از بناتو می خواهند که سیاستشان را در برابر افغانها تغییر دهند تا افغانستان بار دیگر به دهه هفتاد برنگردد شرح بیشتر از امید دولت زید. کشمکش های سیاسی میان روسیه و امریکا در منطقه کریمیه اوکراین و سوریه قوه مقننه دولت افغانستان را بلرزه در آورده است که مبادا افغانستان هم به میدان جنگ نیابتی میان این دو ابر قدرت مبدل شود. امریکا از طرف دول طرف یخوبعدی دولت افغانستان افغانستان از سناتوران از مداخله آشکار این کشورها در موضوعات داخلی افغانستان سخن میزنند قرر د سیمه هیوادو مداخله شروع کړی ده لکه و ایران و پاکستان خو د تاریخ نه شروع کړی این سناتوران به با این باورند که کشورهای همپیمان افغانستان باید در سیاستشان در برابر افغانها تجدید نظر نمایند سیاستهای ضعیف و غیر پالیسی که بر مردم افغانستان قابل تعامل نیست در این نشست مقام های دولتی و شهروندان کشور از بهره استحکام بخشیدن وحدت ملی به همدیگر پذیری فراخوانده شدند تفرقه هایی که بین دولت است این اینیکاس پیدا میکنه و این در حقیقت ای کردن دولت است حیات اداری مجلس سنا میگویند حکومت باید جلو تنش ها میان امریکا و روسیه را رو در افغانستان بگیرد په مختلف نقاطو کې سیمایز استخبارات او منطقوی او فرا منطقوي د دوی په افغانستان تم تلخ نبردهای خانه به خانه را در دهه هفتاد چشیده است اکنون ازای شورای ملی نگران عقبگرد کشور با آن سال هند و از رهبران حکومت و سیاسیون میخواهند تا کشور را از بحران کنونی نجات داده و نگذارند افغانستان در این آزمون ناکام بماند برخی از اعضای کمیته گزینش میگویند اگر هفته های گفته های رئیس جمهور غنی مبنی بر مانع شدن و از مداخلات در کارهای این کمیته عملی نشود آنان از سمتشان استعفا خواهند داد با این حال شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات کارکرد کمیته گزینش را غیر معیاری دانسته و بر شفافیت در این زمینه تاکید میکنند ایمل ولیزاده گزارش میدهد ډی روس رئیس جمهور غنی با اعضای کمیټه ګوزینش دیدار داشت او با انان تعهد سپورټ کې با هیڅ فرد و ګروه اجازه مداخله در کارҳои شون را نخواهد داد ودینسته کې دا غریبه دا کمیټه غړو دا خپل اجرات او خړو نو گزارش د افغانستان ولسمشره ته وډا لیکل دا افغانستان ولسمشره دوی ته داډ ورکړي ته د په کارونو کې هیڅوک مداخله نه شي کولای او هر څوک شي د دوی په کارونو که مداخله کوی جرم د او له هی س قنون کهنکیی در همین حال یک عضو <تصفح> کمیته گزینش به با این باور است که اگر گفته های ریس جمهور در عمل ثابت نشود وی از سمتش کنار خواهد رفت تسلیم هیچ نوه بازی سیاسی نمیشیم به سفارشات گوش نمیتهیم قبول نمیکنیم و اگر اهیانا سر ما فشار مییه گفتیم که احراض موقف میکنیم و با مردم شریک میسازیم با اینحال نهادهای ناظر بر انتخابات از کارکرد کمیته گزینش سخت انتقاد کرده و افعالیت این کمیته را میاری نمیداند. ما باورمند به با گفتار حکومت نیستیم، ما باورمند به با گفتار افراد در کمیته تکنیکی نیستیم. کمیته تکنیکی ایجاب میکنه که با اسناد ثابت کنه که اینا کار شفاف، بی‌طرفانه و مستقل انجام باورها بر این است که گویا رئیس جمهور و رئیس اجرایه می که به نحوه مهره های خود را در کمیسون های انتخاباتی جا نمایند. اکنون دیده شود که گفته های رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از مداخله افراد در کار کمیسون های انتخاباتی با چی پیمانه ای عملی می شود. با گذشته بیش از دو سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی، سخنگویان حکومت هنوز هم از توزیع شناسنامه برقی در آینده نزدیک خبر می دهند. اما اعضای مجلس نمایندگان و فعالان مدنی حکومت را به وقت کشی متهم کرده و رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی سازی این مسئله مهم به اراده میدانند گزارش از شکیب مولوی زاده بیش از دو سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی میگذرد با آنکه توزیع شناسنامه های برقی است تعهدات جدی رهبران حکومت وحدت ملی پنداشته میشد اما به نظر میرسد اراده لازم برای انجام این کار وجود ندارد تلاش می‌کنند تا بر خودشان و بر قدرت خودشان ازینه بکنند از این خاطر من تصور می است که اینا علاقه بسیار زیاد ندارند و مطمئناً این فشارهای رسانه ها و فشار مردم افغانستان است که بیشتر اونها را وا میداره که کارهایی را انجام بدهند، اما این کارها بیشتر نماد نمادین است و است و به با کرسی باورها بر این است که جامعه جهانی حکومت گذشته و هم حکومت کنونی در پیوند به توزیع شناسنامه های برقی غفلت کردند متاسفانه در توزیع های الکترونیک از همین ابتدا هم حکومت گذشته هم جامعه جهانی وائم ای حکومت فیلی همه قفلت کړل. با این همه سخنگویان حکومت بار دیگر از توزیع زوتنګام شناسمهای برقی خبر میدهند. د سفت اولی نفوس قانون توشې سوېدی. پر بر تخنیکی برخه باندې هم دا اوس په با بیړه باندې کار کړي. ريجیر به تاسو د دې لړی د فایل شیدان اوسیر. تا روز هاي نزدیک شما شاهد ګومҳои عملی د راڅخه هم بود و عملاً ان شاء الله یې کار اغاز کړ. مشکل توزیع شناسنامه های برقی که یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی بود در حالی پس از گذشت بیش از دو سال حل نشده باقی مانده است که برگزاری انتخابات شفاف وابسته به انجام موفقانه این روند پنداشته می شود. تکمیل نمودن نصاب کابینه کاستی بزرگ حکومت است و باید به برای برطرف کردن آن اقدام جدی شود اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی از آنچه که کوتاه آمدن حکومت در زمینه تکمیل کردن کابینه دانسته می شود سخت انتقاد کرده و میگوین ادامه روند سرپرستی در نهادهای دولتی برای آینده ی کشور بسیار زیان بر خواهد بود اما حکومت زرادای جدیش در راستای تکمیل کابینه در آینده سخن میزند احمد شکیب گزارش می کوتاه آمدن برای تکمیل کابینه یا بپروایی در این زمینه. در حال حاضر ولایت های بلخ، ننگرهار و نورستان والی ندارند و نیز وزارت های معادن و پترولیا و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم وزیر ندارند و از سوی سرپرست اداره می‌شوند. موضوعی که با واکنش های تند روبرو شده است. اولین وظیفه این است که باید کابینه را به خاطر اجرای کار، تطبیق قانون و به با با خاطر تطبیق بودجه هم و هم باید کابینه تکمیل باشه باورهای این است که وجود اختلاف ها میان رهبران حکومت سبب ادامه روند سرپرستی در نهادهای دولتی شده است مختلف نظرهایی که میان رهبری حکومت و وحدت ملی بخصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایی وجود داشت در طول در طول دو سال گذشته باعث شد که کابینه افغانستان تکمیل نشود اما حکومت در این مورد چی گفتنی دارد؟ په اداراتو کې د سرپرستانو لړۍ ته بدیر ژر د پای ټکی چي شو دل شي ریژر به په دې برخه کې تاسو ته د عملی إجراءاتو شیدان وسیلہ امیدوارو به یې ستا کې ته آئنده نږدې افراد شایسته او متحد به پوسټوي موارد نظر معرفي شون با انهمه دامه روند سرپرستی در نهادҳои دولتي سبب عقب موندن او امورې ان نهادها نیس شده است و خواستهای نيست تا به زودی به ان موزل رسیدګي شوات ناامنی های اخیر در شوره کشور خشم برخی از اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است بیشتر در گزارش از امکان نامنی ها در شهرهای کشور چیز تازه نیست اما چرا به این معضل نقطه پایان گذاشته نمی شود برخی فعالان مدنی و نمایندگان مردم از حکومت می خواهند تا امنیت شهرهای کشور را تامین کند د دلوی لارو پر باندې امانګې تر لوئلارو د امنیت وساتل استراتژی دشمن در شرایط موجود قطع شاره های افغانستان است که متاسفانه اونا تانستان یک اندازه این بحث موفق باشند بحث امروزی شاره ها در افغانستان خیلی جدی است و دولت باید به با تمامی کوشش خود بتانه شاره ها را امنیت بسازد در همین حال مسئولان وزارت داخله از تامین امنیت در شهرهای کشور اطمینان میدهند و میگویند که وزارت داخله برای امنیت شهرهای کشور برنامه های را روی دست گرفته است در برنامه های اساسی ما در مرحله دوم عملیات شفق خزانی و زمستانی امنیت ها جزء از اهداف اساسی ما این در حالی است که هفته گذشته در مسیر شهرها میدان وردک بامیان مخالفان و مسلح دولت چندین مسافر را بودند و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. ادامه خبرها را بر از وقفه کوتا دنبال کنید. سازمان اف بین الملل امروز با نش گزارش درباره اوضاع حقوق بشری در عراق گروه موسوم به دولت اسلامی ارتش و شبه نظامیان طرفدار دولت این کشور را بر ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است در این گزارش تأکید شده است که نیروهای دولتی عراقی و شبه نظامیان ضد داعش نسبت به کسانی که از مناطق زیر اشغال این گروه حراس افکنی گریختن مرتکب جنایت جنگی شدن این سازمان گروه موسوم به دولت اسلامی را نیز به زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و جنایت بر ضد بشریت متهم کرده است. روسیه اعلام کرده است که حمله های هوایی به شهر حلب سوریه را متوقف کرده است سرگین و وزیر دفاع روسیه گفته است که نیروهای روسیه و سوریه بمباران حلب را امروز متوقف کردند تا فرصت خروج غیر نظامیان و زخمیان از مناطق زیر تسلط شورشان را از شش مسیر اعلام شده فراهم کنند روسیه اش کشورهایی که بر شورشان نفوذ دارد خواسته است که آنها را با آتش بس و خروج از شهر ترغیب کنند کشورهای اروپایی بار دیگر تلاشهای خود را به هدف پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین از سر گرفتند به گزارش نیوز رهبران کشورهای آلمان فرانسه روسیه و اوکراین روز چهارشنبه به دعوت انگلا نخست وزیر آلمان در شهر برلین جمع می شوند تا در مورد اجرای توافق منسک دو به هدف پایان دادن به بحران اوکراین گفتگو کنند توافق منسک دو در ماه فوریه سال 2015 میلادی حاصل شد و بر بنیاد آن دو طرف متعهد به برقراری آتشبس در شرق اوکراین شدند و هزاران باشنده یونان در اعتراض به برنامه های دولت در قبال کارگران اعتراض های خیابانی را برگزار کردن این معترضان که به دعوت اتحاده های کارگری در این تجمع اشتراک کرده بودند تصمیم دولت برای کاهش حقوق, حقوق بازنشستگی و حقوق کارکنان را نادرست دانستند رسانه های یونانی گزارش شدند که بیش از هفت هزار نفر در این تجمع ضد دولتی اشتراک داشتند وقفه کوتاه و برمیگردیم بالهم خبرهای اقتصادی تا اکنون راه حل برای جذب سرمایه گذاری و بهبود صنعت در کشور دریافت نشده است با این صنایع وزارت تجارت و صنایع می افزاید هنوز نمیداند چگونه به چالش ها در برابر بهبود وضعیت صنایع و حل مشکلات بازرگانان کشور فایق اند در این حال مسئولان بخش خصوصی دست رهبران احزاب سیاسی و زورمندان را در نهادهای حکومتی مانع پیشرفت اقتصادی و سیاسی کشور میدانند نمایندگان صنایع از نقاط گوناگون کشور گرد هم آمدند تا راه حل چالش های موجود در برابر بهبود صنایع را دریابند در, در این نشست شخصی که وظیفه بنیادیش در حکومت بهبود وضعیت صنایع کشور است اعتراف می کند که راه حل برای صنعتکاران و مردم ندارد و حتی کارمندان زیر دستش نیز نمی فهمند که چگونه بر چالش های کنونی بازرگانان و صنعتکاران رسیدگی نمایند از ما وزارت که بس لست مشکلات و داغه مشکل دی دا مشکل که په بازار کې پښتنه کوټه راټوړي شي چې موږ درپاتره وسنه دی پیدا کوي هغه د مشکل د حل لار چاره دي صنعتکاران از کارکرد وزارت تجارت او صنعت به سطوه آمدند البته دا دی چې په هر وزارت کې منظم یو پلان نشته کچیر ته پلان وي د پلان مطابق هغه وزارت حال کارشناسان اقتصادی گماشتن افراد ناشایسته را در پستهای اجرایی و سهامی ساختن نهات های مهم حکومتی را مانع پیشرفت اقتصادی و سیاسی در کشور میدانند یک رای آسان پیدا کردن که دستگاه های سیاسی هم خود از انتقاد شروع میگن باور من یک نو فرافیگنی است و دلیل از اینکه مشکلات و دشواریها ها را از انظار پنهان بکنن همه یک چالش و پرابلم را مطرح و برنامه ها و ها را وعده میدن این در حالی است که سندکاران میگند اکنون هیچ سرمایه گذار بیرونی در افغانستان حاضر به سرمایه گذاری نیست به باور آنان برای بهبود اقتصاد کشور باید قوانین منظم سرمایه گذاری ساخته شده و از سوی یک نهاد رهبری شود و افزون بر این نهادهای حکومتی از مداخله های سیاستمداران و رویکردهای قومی و حزبی به دور نگه داشته شود و معین وزارت زراعت آبیاری و, و مالداری میگوید که چهل درصد نفوس کشور زیر خط فقر و سر میبرند و این حال وزیر انرژی و آب میگوید که برای مبارزه با ناداری باید کشاورزی بیشتر حمایت شود و سردخانه های ایجاد گردد تا کشاورزان بتوانند فراورده هایشان را در چهار فصل نگهداری نمایند امروز وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از روز جهانی غذا با برگزاری نشستی در کابل گرامی داشت کرد. در این نشست معین این وزارت افزود بیش از 9 میلیون نفوذ کشور نادارند و پدیده فقر نسبت به سال پار افزایش یافته است. عدم مسئولیت غذایی مهمترین مسئله است که مردم در مناطق مختلف را تهدید می کند. در حال حاضر 40 فیصد نفوس افغانستان در عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. که این وضعیت بیشتر ناشی از رکود اقتصادی در هم آمیخته می باشد که در بسیاری مناطق کشور حاکم است وزیر انرژی و آب به با این باور است که سردخانه ها باید از بهر نگهداری فراورده های کشاورزی ایجاد شود و از های کشور در کشت و زراعت استفاده سودمند صورت گیرد اگر منابع امروز به گونه استفاده کنیم منابع آب و خاک امروز برای رفع نیازا به ای استفاده کنیم که نسل لاین در متضرر بسازیم این م... یک ای مشکل برای نسل آینده ایجاد میکنه. با این حال نماینده سازمان غذایی جهان در افغانستان از همکاریشان برای از بین بردن فقر در افغانستان خبر میدهد. فقر در افغانستان افسای شافته است اما فرصت خوبی وجود دارد تا در برابر این پدیده مبارزه صورت گیرد و ما متحد هستیم تا با شما در این زمینه همکاری نماییم. این در حالی است که همکنون 800 میلیون نفوس جهان زیر خط فقر زندگی می کنند که به گفته مسئولان سازمان غذایی جهان این رقم تا سال 2050 میلادی به 9 میلیون تن کاهش خواهد یافت و حالا نرخ آثار و این هم چند خبر از جهان ورزش باز محمد مبارز قهرمان رشته مبارزه آزاد کشور پس از پیروزی در برابر حریف قرغزستانیش صبح امروز به با کشور بازگشت و مورد استقبال مسئولان وزارت امور داخله ریاست تربیت بدنی، سپورت و ورزش دوستان قرار گرفت. مبارز که برای نبرد با حریف قرغیزستانیش رخص پار روسیه شده بود با درخشش در راوند اول موفق شد حریف قدرتمند خود را ضربه فنی کند <applause> امی سازمان اوفس سالگردش برگزار میشه که یک جشن بزرگ در خود مسکو برگزار میشه و گفته خود رئیس سازمان به حضور داشته یا به اشتراک خود پوتین این مسابقه ما برگزار میشه که مرا هم در این مسابقه هم چانز دادن سخنگوی وزارت امور داخله از مبارزات و دستاورت های باز محمد مبارز با لباس پلیس در رقابت های بین المللی ستایش می نماید ما هم خوش مبارز قهرمان ماست پیروزیشان را برشان تبریک میگیم و سفیر پلیس است سفیر مردم افغانستان است در همین حال مربی مبارز سطح این رقابت را بلند دانسته و از حمایت های دولت و مردم افغانستان سپاسگزاری می کند یک رئیس جمهور بیاید داخل قفز یک ورزشکار تشویق بسیار زیاد جای خوشیز برای ما <applause> باز محمد مبارز در پایان سال 2012 میلادی وارد مسابقات حرفه‌ای رشته مبارزه آزاد یا MMA شد و تا اکنون نه بار وارد قفس شده است که شش پیروزی و سه شکست را در کارنامه دارد. تفاهم نامه همکاری میان دو سازمان ورزشی HFC و FFC در کمیته ملی المپیک و سرپرستی محمود حنیف امضا شد. بر بنیاد این تفاهم این تفاهم نامه پس از این سازمان های ورزشی مبارزات آزاد و هوشار رافو زیر یک چتر فعالیت خواهند کرد هدف از یک جا شدن این دو سازمان رسیدگی به مشکلات ورزشکاران و هماهنگی بیشتر برای فرستادن ورزشکاران به رقابت های جهانی می باشد. و نیماری با پیروزی در برابر حریف اسپانیایی خود به عنوان قهرمان مسابقات تنیس مسترز شانگهای رسید مرد شماره دوی تنیس جهان و قهرمان المپیک 2016 ریو با پیروزی مقابل روبرتو باتیستا حریف اسپانیایی خود به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید و جایزه یک میلیون دلاری را به دست آورد. شکونگی وضعیت هوا توجویتان سپاس گزارم خدا نگهدار شب خد